الله والحمد لله الله يا الله سبحان الله الله ولا اله الا الله, الله الله يا الله والله اكبر اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين انه خير ناصر ومعين الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا بالقاسم المصطفى و محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين واللعن الدائم على اعدائهم اجمعین و عرض سلام و عرض ادب خدمت اکایه که عزیزانی که این برنامه را مورد توجه قرار می دهد همان گونه که استهزار دارید بحث در اقسام تقابل هست و تقابل هم در واقع از زیر مجموعه مباحث مربوط به غیریت هست که غیریت هم از عوارز کسرت و کسرت و وحدت که یکی از اقسام وجود و تقسیم وجود به واحد و کثیر بود این بحث دنبال می شود. مباحثی مربوط به غیریت ذاتی و غیر ذاتی بحث شد و تقسیماتی برای تقابل مطرح شد که فعلا بحث در تقابل تناقض هست که تقابل تناقض هم در موردی هست که بین ایجاب و سلب قضیه در دوران باشد در ادامه این مباحث چند تا حکم مربوط به تقابل تناقض باقی مانده است که انشاءالله این رو در این جلسه خدمت شما تقدیم می یکی از این احکام مربوط می شود به اینکه که تقابل نقیزین فقط در ذهن یا در لفظ تحقق پیدا میکنه و اگر ما تقابل تناقض یا تقابل دو امر نقیز رو مطرح می کنیم یک نوع مجازگویی در این وجود داره علتش این است که وقتی ما از تقابل سخن به میان می آوریم توجه داشته باشیم که تقابل یک نسبت هست و نسبت هم به دو طرف احتیاج داره که باید بین دو طرف نسبت سنجی و مقایسه صورت بگیرد و از آنجایی که در تقابل تناقض گفته شد که بین ایجاب و سلبه یعنی یک طرفش ایجاب هست یک طرفش سلب هست سلب هم که جز امور ادمی هست و عدم هم واقعیت برای آن وجود نداره و در نتیجه ما وقتی می آییم یک نسبت را بین یک امر وجودی و یک امر ادمی قائم میسازیم. خب این مشخص هست که نسبت به دو طرف یعنی به دو امر وجودی قیام پیدا نکرده است بلکه به یک امر وجودی و یک امر ادمی لحاظ شده است و از این جهت خب این یک نکته که در آن وجود داره و حکم تناقض رو پدید می آورد همین است که یک نوع مجاز اینجا شکل می گیره حالا ممکن است کسی این رو به عنوان یک اشکالی جدی مطرح بکند که پس نسبت بین دو طرف قیام اقامه نشده و نسبت بین یک طرف فقط برقرار شده است که بحث تناقض این نیست و اگر این گونه باشد پس کلا باید بگوییم که اینجا تناقض شکل نمیگیرد به خاطر اینکه نسبت یک طرفش اصلا وجود نداره ولی برای پاسخ به این مطلب که این گونه هم نیست که نسبت بین کاملا یک طرف داشته باشد و طرف دیگر آن وجود نداشته باشد اینجا بحث مطرح می شود که عقل دخالت میکنه و برای اون امر ادمی هم یک نوع وجود رو اعتبار میکنه و در نتیجه یک طرفی نسبت که در تقابل تناقض هست یک امر اعتباری هست که به اعتبار عقل در واقع تحقق پیدا کرده ولی واقعیت خارجی برای آن وجود نداره به این اعتبار این حکم رو بیان میکنه که یک نوع از مجاز در این وجود داره و باید به اون توجه داشته باشیم. خب ممکن است این مطلب دوباره سوال دیگه رو به وجود بیاورد که تنها در تقابل تناقض امر بین ایجاب و سلب نبود بلکه در یک تقابل دیگر هم ما این نکته رو داشتیم که تقابل عدم و ملکه باشد که در اونجا هم وقتی ما نگاه میکنیم در واقع تقابل بین دو تا امر وجودی نیست یک طرفش عدم هست که ولو اون عدم عدم ملکه باشد خب پس این حکم را باید مربوط به تقابل عدم و ملکه هم قائل باشیم و اونجا هم این حکم را جاری بدانیم که در پاسخ بیان میکند که فرق است بین تقابل تناقض و تقابل عدم و ملکه به دلیل اینکه در عدم ملکه خب اونجا به خاطر اینکه عدم اضافه شده به یک امر وجودی و اونجا لحاظ امر وجودی صورت گرفته و مثل تقابل تناقض نیست که کاملا عدم محض باشد و به همین جهت در بحث تقابل عدم و ملکه در واقع در حقیقت گویا نسبت بین قائم نسبت بین دو تا امر وجودی قائم هست و به همین جهت اشکال یا اون حکمی که ما در تقابل تناقض گفتیم در تقابل عدم و ملکه جریان پیدا نمی کند پس این نکته ای که درباره تقابل تناقض بود و تفاوت اون هم که با تقابل عدم و ملکه داره حالا اون بحثایی هم که در بحث تقابل که دو تا طرف نسبت کاملا امر وجودی هستن خب مثل تقابل تضاد و تقابل تضایف این مسئله و این حکم جریان پیدا نمی کند که واضح و روشن به دلیل این که نسبت بین دو تمر وجودی قامه شده و مشکلی پدید نمی آورد. یکی دیگر از احکام مربوط به تقابل تناقض عبارت است از اینکه که شق سوم بین دو تا امر ایجاب و سل وجود نداره به این معنا که وقت ما در تقابل تناقض همون گونه که قبلا هم اشاره شد به عنوان یک قضیه منفصله حقیقیه نگاه میکنیم و وقتی بیان میکنیم که مثلا عدد یا زوج است یا فرد خب دیگه شق سوم نمیتوانیم درست بکنیم که بگوییم بعضی از عددها زوج است و بعضی از عددها مثلا فرده و بعضی دیگرشون هم یه شق سومی هستن نه در تقابل تناقض یک همچنین ویژگی وجود داره که در واقع ما نمیتوانیم یک شق سوم بینشون قائل بشویم لذا وقتی ما میگوییم که این شخص یا زید است یا زید نیست یا به تعبیر دیگر میگیم این شخص یا زید یا غیر زید از این دو حال خارج نیست پس یا میگیم این شی یا سفید است یا غیر سفید یا سفید نیست و به این معنا که در واقع از این دو حال نمیتواند خارج باشد بنابراین تقابل تناقض این نکته وجود دارد که دو طرف تناقض را ما وقتی در نظر میگیریم باید تمام اشیا را تحت پوشش خودش قرار بدهد یعنی همه اشیا بالاخره یا در یک طرف این تناقض وجود پیدا بکند یا در طرف دیگری تناقض قرار بگیرد و خارج از این دو طرف تناقض قرار نگیرد و وجود نداشته باشد و به همین دلیل در واقع یکی از احکام تناقض و احکام تقابل تناقض همین است که دو طرف تناقض به گونه باید قرار داشته باشد که تمام اشیا را در خودش جا بدهد یا به صورت ایجابی یا به صورت سلبی و حکم دیگه هم که برای تقابل تناقض وجود دارد این است که قبلا هم به اون اشاره شد که همون گونه که در تناقض هر دو قابل جمع نیستن هر دو قابل رفع هم نیستن که این مطلب کاملا واضح هست و قبلا هم به اون پرداخته بودیم و به همین جهت این ویژگی یکی از ویژگی های بسیار مهم تقابل تناقض هست که در تقابل تناقض ما وقتی به عنوان یک قضیه منفصل حقیقیه این رو بیان می کنیم در واقع تمام قضایای دیگر هم مبتنی میشه بر همین در... به همین تقابل تناقض که در واقع به حساب این که بهترین دلیل بر این که از هر گونه شکاکیت و از هر گونه نسبیت انسان خودش رو بتواند بر حذر بدارد همین تقابل تناقض هست به این دلیل که وقتی انسان میگوید که مثلا این شی یا سفید است یا سفید نیست خب باید توجه داشته باشد که در صورتی میتواند یک طرف قضیه رو بهش اقرار بکند و اون را قبول داشته باشد که طرف دیگر را بداند که درست نیست خب وقتی این گونه می شود در واقع در اثر همین علم پدید می آید و یقین به وجود می آید که اگر در هر کدام در یک طرف از این تقابل تناقض انسان شک و تردید داشته باشد یا طرف مقابل اون رو به صورت یقینی نداند خب کل پایه و اساس علم در واقع متزلزل می شود و شکاکیت هم از همین جهت به وجود می آید یا حتی امروز که نسبیت مطرح هست و نسبیگرایی هم یکی از مباحث جدی هست که خیلی ها به نسبیگرایی کشانده می شود هم پایه و اساسش به همین است که این تقابل تناقض رو به درستی درک نمی کنند و اون رو به خوبی نمی دانند و به همین جهت است که این تقابل تناقض رو به عنوان نخستین قضیه اولی به حساب می که پایه بسیاری از بدیهیات بدیهیات و همچنین قضایای نظری به همین تقابل تناقض کشانده می شود که بر اساس این بقیه علوم هم در واقع ثبات و استقرار پیدا میکنه و این یکی از نکته های مهم است که انشاءالله توضیح بیشتر در بیان عبارات خواهد آمد پس این اجمال از برخی احکام تقابل تناقض بود که با بیان اونها انشالله این مطلب هم به پایان خواهد رسید و این احکام تقابل تناقض ان تقابل نقیزین این نمایه تحقق فی الذهن او فی اللفظ می از احکام تقابل تناقض این است که تقابل نقیز دو تا نقیز تحقق پیدا میکند فقط در ذهن یا در لفظ و اونم به یک نوعی از مجاز که اشاره کردیم به خاطر اینکه تقابل یک نسبتی هست و نسبت هم همیشه به دو طرف خودش احتیاج داره و از آنجایی که در تقابل تناقض یک طرفش امر ادمی هست خب اینجا عقل دخالت میکنه و اون امر ادمی را برایشون یک تحقق در نظر میگیرد اعتبار میکنه و بعد نسبت تقابل قائم می شود بین امر وجودی, وجودی که ایجاب باشه و اون امر عدمی که عقل اون رو به عنوان یک امر وجودی لحاظ کرده است پس در نتیجه ما می توانیم به صورت یک امر مجاز این نسبت رو به امر وجودی و عدمی که برای آن یک نوجودی لحاظ شده نسبت بدیم خب علتش هم خودش بیان میکنه که لن تقابل نسبه قائمتون به طرفین چون تقابل نسبتی هست که قائم به دو طرف هست و یکی از دو طرف متناقضین هم عدم هست چون قبلا در تعریف تناقض هم گفته شد که تناقض به گونه هست که یک طرفش ایجابه یک طرفش سلبه و الادم اعتبارون عقلیون لا مصداقه له فی الخارج خب حالا که طرف سلب تناقض در نظر میگیریم که امر عدمی هست این عدم رو عقل می آید برای آن یک نوجود اعتبار می کند در حالی که هیچ مصداقی برای آن در خارج وجود ندارد در خارج عدم وجود نداره اما عقل برای آن یک نوع تحقق و وجود را لحاظ میکنه و هذا به خلاف تقابل العدم و الملکه خب می که تفاوتی که بین تقابل تناقض و عدم ملکه است همینه که در تقابل تناقض عدم رو عقل می آید یک نوع اعتبار برایش در نظر می گیرد اما تقابل عدم و ملکه فا این العدم فیه کما سیعت انشاء الله عدم در تقابل عدم و ملکه موجود داره چون یکیش در واقع ملکه هست یکیش عدم اون هست خب بالاخره بازم در یک طرف عدم هست منتها این عدمی که در عدم و ملکه هست چنانچه که در فصل بعد خواهد آمد میفرماید این عدم و مضاف الی امر موجود این خصوصیت را دارد که یک عدمی است که اضافه به امر موجود داره اضافه به یک امر وجودی دارد خب به همین جهت چون در واقع این عدم یک صفت در یک موضوع موجود قرار میگیره از این جهت خب عدم محض نیست و نسبت میتواند بین یک امر وجودی و عدم این چنینی برقرار بشود لذا تفاوتش با تقابل تناقض کاملا روشن هست فله حظ من الوجود پس برای این عدمی که در عدم ملکه هست یه بهره از وجود وجود داره خاطر اینکه یک منشأ انتزاعی داره موضوعی داره و تقابل فیه قائمون فی الحقیقه به طرفین موجودین پس تقابلی که در عدم ملکه هست خب میتوانیم بگوییم که این کاملا نسبتش قیامی به دو طرف داره و به دو طرف امر موجود که دو طرفش هم وجودی هستن و از این جد نسبت می تواند بین دو امر موجود که در واقع اینا موجود هستن برقرار بشود این تفاوت بین تقابل تناقض و تقابل عدم و ملکه حکم دیگه ای که باز برای احکام برای تقابل تناقض بیان می شود این است که و من احکام حاضر تقابل امتناع الواسطه بین المتقابل به یکی از احکام دیگرشون این است که وقتی ما در تقابل تناقض یک قضیه ایجابی داریم و یک قضیه سلبی دیگر اون امر دیگهی که وسط اینها قرار بگیرد وجود ندارد می که از احکام این تقابل این است که یک واسطه بین دو ای که متقابل قرار میگیرند به تقابل تناقض دیگه واسطه در کار نیست و واسطه قرار نمی گیرد فلا یخلو شیء من الاشیاء عن صدق احد النقیزین پس همه اشیاء رو وقت در نظر بگیریم باید یک از این دو نقض بر او صدق بکند یا در طرف ایجاب قرار بگیرد یا در طرف سلب بیرون از این دو باقی نماند فکل امر مفروض اما هو زیدون مثلا اولیس به زید خب تمام افراد رو وقت در نظر میگیریم اشخاص انسان رو غیر انسان رو میگیم یا این زید هست یا زید نیست خب اگه زید بود که خب در طرف ایجاب قرار میگیرد اما غیر زید همه انسان های دیگر حیوانات دیگر اشیاء دیگر و هم از نباتات و جمادات همه اینا در لیسه به زید قرار میگیرد همه شون رو نگاه میکنیم میگیم زیده اگر بود که خب زید اگر نبود میگیم نه لیسه به زید هست و مثال دیگر هم که بیان میکند اما هو ابیز او لیسه به است خب میگیم این شی یا سفید پوسته این انسان یا سفیده یا سفید نیست خب از این دو شق بیرون نمیتونه باشد که اگر سفید پوست بود یا سفید رنگ بود که خب در این قضیه قرار میگیرد و اگر نه هر رنگ دیگه باشد خب در لیسه به قرار میگیرد و ها همه مثال های دیگر را می شود به همین شکل بیان کرد که تمام اشیا را وقتی بیاییم بررسی بکنیم باید در یک از این دو طرف قضیه تناقض قرار بگیرد و بیرون از این دو باقی نماند فکل و نقیزین مفروزین یا امان جمعی الاشیا پس تمامی دو تا نقیز که در نظر گرفته می شود و فرض می شود هر دو تمام اشیاء را باید شامل بشود و تحت پوشش قرار بدهد و من احکام ها زد تقابل ان نقزن لا یستقان من خب یکی دیگر از احکام تقابل و تقابل تناقض این است که دو طرف نقیز لا یست و خب هر دو با هم صادق نیستن یعنی هر دو با هم جمع نمی شود که بگوییم بگیم این یا زید است یا لیس به زیده بعد بگیم هر دو با هم, هم امکان اجتماع داشته باشد این امکان نداره و لا یک زبان معن و همچنین هر دو قابل تکذیب هم نیستن این گونه هم نیست که بگوییم این شی یا زید است یا زید نیست بگیم هیچ کدام هم نیست این طوره هم نمی شود خب این هم نکته ای که قبلا هم به این اشاره شد در اول فصل خب دیگه خیلی جای بحث نداره علا سبیل القضیت المنفصلت الحقیقیه که این بحث تقابل تناقض هم در واقع به شکلی قضیه منفصله حقیقیه را می شود که میگیم یا این یا این دیگه شق نه هر دو قابل رفع است نه هر دو قابل جمن خب این اشاره شد قبلا و هی قول و نائم ما و قل ایجاب او یست و سلب. خب این همون حرفیه که ما میگیم یا طرف ایجاب صادقه یا طرف سلب صادقه نه هر دو میتونه صادق باشد نه هر دو میتونه کاذب باشد بالاخره یکش باید درست باشه یکش نادرست باشد و هی قضیتون بدیهیه خب این قضیه که ما میگیم که تقابل تناقض حکمش همینه که نه هر دو قابل رفع است نه هر دو قابل جمع هستند نه هر دو صادقن نه هر دو کاذبند خب این یک نکته بدیهی اولی هست که خیلی واضح و روشن هست یتوقف علیه العلم علم و یقین بر همین قضیه توقف داره یعنی اگر ما این قضیه رو به درستی درک کنیم به اون معتقد باشیم علم و یقین هم قابل تحقق هست که اگر این قضیه رو ما نپذیریم خب هر شی میتونه هر چیزی باشد و دیگه نمیشود به زرس قاطع حکمی را گفت درسته یا حکمی را گفت که نادرسته علم و یقین بر همین قضیه متوقف هست به صدق کل و قضیت مفروزه در واقع همه علم به صدق هر قضیهی که فرض بشود بر همین قضیه اجتماع نقیزین امتناع اجتماع نقیزین یا همون تناقض وابسته است. ضروری تنکانه و نظریه حالا اون قضیه مفروضی که ما در نظر میگیریم یک قضیه ضروری باشد که به مجرد این که ما تصور میکنیم خب از آن بهش پیدا میکنیم کاملا قضیه بدیهی و روشن هست او نظریه یا قضیه نظری باشد که برای یقین به اون و پیدا کردن نسبت درست آن خب نیاز به استدلال و اقامه برهان و امثال ها باشد در هر دو قسمی از قضایا قضایای نظری هم به همین تناقض بسته است و قضایای بدیهی و ضروری هم فلیس یعلم صدق و قول و الاربع زوجون خب وقتی ما میگوییم که چهار عدد چهار زوج است کی می توانیم این علم رو و این خبر رو به صورت یک خبر یقینی و علم آور مطرح بکنیم چه زمانی می توانیم بگوییم این قضیه درسته و صادق هست مثلا الا اذا علم کذب با قول و ناله زوج زمانی می توانیم بگوییم که عدد چهار زوج یقینا که بدانیم یقینا که قضیه دیگر که بگوییم اربع از زوج نیست اون در واقع دروغ باشد علم بدان علم پیدا بکنیم به کذبی این قول که بگوید لیست الاربع از زوج او بگوید که عربه از زوج نیست اگر به دروغ بودن آن علم پیدا کردیم به راست بودن زوجیت اربعه هم علم پیدا میکنیم این متوقف بر همین مسئله است ولیس یعلم صدق و قولنا العالم حادث خب ما زمانی میتوانیم به حدوث عالم و به پدید آمدن عالم علم پیدا بکنیم بگیم این راسته که بدانیم که لیس العالم به حادث این دروغه اگر ما دانستیم که لیس العالم به حادث دروغ هست و کاذب هست و قضیه درسته خب اون زمان است که می توانیم بگوییم که پس العالم حادث درسته چرا به دلیل اینکه گفتیم قضیه در تناقض نمی شود گفت هم عالم بگیم حادث نیست درسته هم بگیم که عالم حادثه است درسته چرا چون قابل اجتماع نیستن هر دو و همون گونه که بگیم نه این نه آن هم درست نیست چرا؟ چون گفتیم در تقابل, در تقابل تناقض رفع هر دو هم امکان نداره پس باید اگر علم به یک از دو طرف قضیه تناقض پیدا کردیم طرف دیگر را حتما باید بپذیریم چون دیگه خارج از این دو نمیتواند باشد یا این یا آن اگر دروغ بودن اون طرف دیگر را قبول کردیم راست بودن طرف مقابل را باید بپذیریم و بر عکسش هم همینطوره که اگر راست بودن یک طرف را قبول کردیم باید باطل بودن و نادرست بودن طرف مقابل را هم بپذیریم چون نمیتواند تقابل از یکی از این دو حال خارج باشد و لذا سمیت قضیه تو امتناع اجتماع نقی زن و ارتفاع به اول الاوائل و به همین جهت که نقش تقابل تناقض خیلی نقش برجسته هست قضیه امتناع اجتماع دوتا نقیز رو و همچنین قضیه امتناع اجتماع قضیه امتناع ارتفاع هر دو نقض را آمدن نامش گذاشتن به اول الاوائل یعنی نخستین قضیه اولی که این خیلی روشنه این حتی ما به بچه های خورسال که تازه یک حسی رو پیدا میکنن بالاخره اینا هم حتی همین رو درک میکنن که اگر وقتی یک درکی برایشون پیدا می شود می فهمد که یا از این طرف بود یا از اون طرف بود و دیگه شق سومی را قبول نمی و لذا کان شک فی صدق حاضر منفصلت الحقیقیه اگر کسی بیاید شک بکند بگه معلوم نیست که واقعا یا این طرف درست باشد یا آن طرف میگه همین که شک پیدا شد در صدق این منفصله حقیقیه علم به یک از یک دو طرف پیدا نکند در هر دو طرف شک داشته باشد خود همین شک کافی هست که مزیلا للعلم به کل قضیت مفروضه سبب بشود که علم و یقین ما به هر قضیه ای که در نظر بگیریم دیگه اون علم از بین برود دیگه ما به شک بیفتیم شک بکنیم که نمیدونیم این طرف درسته یا اون طرف درسته به هر طرف هم نگاه میکنیم با زرس قاطع نمیتوانیم حکم بکنیم اگر این باب باز شد و بحث اجتماعی امتناع اجتماع دو تا نقیز رو هم و همچنین امتناع ارتفاع هر دو نقیز رو هم نپذیرفته باشیم دیگه کاملا باید در همه جا به شک نگاه بکنیم از لا تحقق العلم به صدق قضیه به خاطر اینکه وقتی این تناقض رو نپذیریم و به اون اعتقاد نداشته باشیم دیگر علم به صدق یک قضیه پیدا نمی شود مگر زمانی که علم به کذب نقیزش پیدا بکنیم. خب حالا اگر ما علم به کذب نقیز هم پیدا نکنیم پس به همین صدق این قضیه هم نمی توانیم علم پیدا بکنیم و شک و فیها زلم فصلت الحقیقیه اگر ما آمدیم در هر دو طرف شک کردیم نه طرف ایجابش برای ما یقینی بود نه طرف سلبش برای ما یقینی بود این یوجب از شک فی کذب حالا نمیدونیم این واقعا درسته یا نه خب اون طرف هم دوباره با همین نگاه شک نگاه میکنیم نمیدونیم اون دروغه یا نه وقتی به صدق این طرف یقین نداریم به کذب اون طرف هم یقین نداریم اونجا احتمال میدیم شاید اون طرف هم صادق باشد و لازم هو از شک فی صدق نقیز آخر در این صورت دیگه شک در واقع در نقیز دیگر هم لازم میآید ما وقتی نمیدونیم که این عدد فرد یا این عدد زوجه همین که نمیدانیم این عدد فرده یا نه خب به طرف زوج هم با همین نگاه نگاه میکنیم شاید میگیم این عدد وقتی نمیدانیم که فرد است یا زوج خب به طرف دیگر وقتی میرویم اونم میگیم که احتمال داره اینم فرد باشه زوج نباشد خب وقتی به هر دو طرف به همین نگاه نگاه بشود این شک و تردید پدید می آید ففی شک فی حلاک و فی شک که فی العلم و فساده من اصله خود همین شک وقتی پدید بیاید دیگر باعث حلاکت علم و یقین هست و فساد علم از ریشه پدید می آید که دیگر اساس علم و یقین از بین می رود و هو امرون تدفعه و الانسانیه و این کار است که فطرت انسانی اون رو دفع میکنه کنه نگه می شود در تناقض به گونه نگاه بکنیم که هر دو طرف برای ما احتمال مساوی داشته باشد نمی شود باید یکیش را پذیرفت و یقین به آن باعث می شود که طرف مقابل را هم یقین بدانیم که حکم این طرف را ندارد و ما یدعی ید صوفستی، خب حالا همین بحث شکاکیت سوفستایی پیش می آید که شکاکان همین مسئله را مطرح می کنیم ما نمی دانیم که واقعیت کدوم طرف قرار دارد خب هر کس ادعا می کند حق به جانب ما هست خب وقتی این گونه نگاه می کنیم دو طرف برای ما هر دو طرفش مساویه نه علمی به صدقین داریم نه علمی به کذب دیگری داریم میگه این صوفستایی های هم که, که همچنین ادعا میکند که ما در همه قضایا شک داریم این ادعایشون دعوان لا تتعد دا تاور اللفظ البته میگه این حرفی است که فقط در زبان جاری میکنند به لفظ میآورن اما در حقیقت به اون معتقد نیستن این امکان نداره که انسان به یک همچنین چیزی معتقد باشود مثلا به آتش بگوید نمیدانم این آتش هست یا نیست نه ما نمیدانیم خب خیلی واضحه و روشنه که در عمل به هیچ وجه با نگاه شک عمل نمی کنن. خب به آتش دست نمی زنن چون می دانند می سوزاند. و به همین ترتیب هر سببی که خطر برایشون داشته باشه به اون نزدیک نمی شود در عمل می بینیم شکاک نیستن اما در لفظ بله به زبان ممکنه بگویند که ما نمی دانیم. لذا میفرماید که این ادعایشون هم فقط از, زب... از, لفظ و زبان فراتر نمی رود و سیعت تفصیل القول فیه که انشاءالله در مرحله یازده فصل نهم راجع به این مسئله بحث بیشتر خواهد شد و اونجا روشن خواهد شد که صفستایی هم که دای شکاکیت دارن و می ما به تقابل تناقض به هیچ طرفش علم نداریم این حرف نادرست و برخلاف فطرت انسانی هست وگرنه فطرت انسانی میپذیرد که بالاخره هر چیز را وقتی ما نگاه بکنیم یا همان چیز است یا اینکه ضد اون هست در واقع و میگیم یک طرفش باید درست باشه و طرف دیگرش نادرست باشه و بر اساس همین علم و یقین به در واقع قضايا پدید میآید خب این فصل ششم با همین تقسیماتی که برای غیریت مطرح شد به پایان رسید انشاءالله در جلسه بعد مباحث جدید رو مطرح خواهیم کرد و سلام علیکم و رحمت الله و برکاته اللهم صل على محمد و محمد اللهم محمد <مومد> محمد اللهم صل على محمد وآل محمد